سلام، اومدم پیاده روی تو جنگل. گفتم که با شما گپی بزنم. آدم ها میان سگاشونو میبرن، نمیدونم آنتن جواب بده چجوری باشه. میخوام در مورد دوتا موضوع صحبت کنم، ذهن و ترس. ترس خودش زاییده ذهنه و من قبل از اینکه بخوام لایو بذارم همش داشتم فکر میکردم که خب چی بگم چی نگم، و با اینکه خیلی من تصمیم گرفتم که ترسامو بیارم رو و نگاه کنم. سگا رو ببینید اینجا رو هم دیگه بازی میکنن، خیلی خنده داره. بعد یکم این سگا رو ببینید، جالبه بازیش. گود؟ آره، یکیشون قراره سوار اون یکی بشه. نگاه کن، آره. برگردیم به ترس. تصمیم گرفتم که ترس رو بیارم بالا و باشون مواجه بشم. رسیدیم به ترس از لایو گذاشتن و ترس از قضاوت. من ترس رو چجوری میارم بالا؟ اینجا که بهشون آگاه میشم و با شما هم میگم که در واقع چی هستن اینا. مثلا یه ترس اینه که خب مثلا من لایو بذارم و لایو هم جذاب نباشه، یا اون آدمایی که پشت لایون مثلا خوششون نیاد، یا قضاوت کنن، یا بگن که مثلا لایو چرت بود. خب این یه ترس. ترس بعدی اینه که خب مثلا این لایو هیچ کسی نبینه، مثلا لایک نخوره یا تایید نشه. این ترس بعدیه که دوباره دارم بهش آگاه میشم و مثلا روش کار میکنم که بفهمم که این ترس ها هیچ کدوم واقعی نیست. درخت ها رو ببینید، درخت های بزرگ قدیمی، فوق العاده است. اینجا مسیرها ببینید دو قسمت میشه، یه قسمت سگا آزادن و قسمت های دیگه سگا رو باید با لیش قلاده بیارن. این مسیر الان، این تیکه مسیر سگا آزادن، یه مقداری حواس آدم رو پرت. بعد آره، یه ترس دیگه که الان من بهش دقیقا آگاه هم اینه که مثلا این لایو حرفام تموم شه، بعد مثلا این حرفام که تموم میشه دیگه حرفی نداشته باشم بزنم. یه حالت ویردی به وجود میاد که مثلا او مثلا تو حرف نداری بزنی، مثلا سکوت ترسناکه. دقت کردین؟ سکوتی که ترسناکترین چیزاست تو دنیا. دوتا آدمی که به هم دیگه میرسن نمیتونن سکوت کنن. نمیدونم این موضوع رو دقت کردین یا نه. همون اینجا هم هست، یعنی توی لایو. خب من لایو گذاشتم و انتظار میره که بقیه رو سرگرم کنم. مثلا از کدوم مسیر بریم؟ اینجا یه چهارراهه، بذارید من اینجا رو نشونتون بدم. اینجا نقشه این پارکه. این مسیرهایی که سگا میتونن باشن، این مسیرهایی که سگا نمیتونن باشن. یه دریچه خیلی قشنگ هم اینجا هست که امیدوارم بتونم بهتون نشون بدم.
من از اینجا اومدم الان اینجا میتونم برم اینجا و دریچه رو بهتون نشون بدم. جسمش هست پریمتر تریل، 4 کیلومتره. آره، برگردیم به این طرف. ترس از سکوت. من الان باید با اینکه حرف نداشته باشم بزنم کاملا راحت باشم، یعنی من الان اومدم پیاده روی، خب میتونم با افکار خودم درگیر بشم، میتونم یه چیزی گوش کنم و میتونم هم لایف بذارم. حالا اگر که این بقیه رو انگیج نکنه یا حتی حرفی نداشته باشم بزنم یا فقط سکوت باشه، نباید من ازش بترسم. میدونم که 99% آدم ها از سکوت میترسن، ولی خب من چرا بترسم؟ سکوت عالیه و سکوت تمام حرفا رو خودش داره، البته برای کسی که معنی سکوت رو فهمیده، برای کسی که سکوت رو تجربه کرده، چون که ذهن نمیخواد سکوت رو، ذهن از سکوت میترسه، ذهن میخواد شلوغ کنه، میخواد پر کنه، میخواد حرف بزنه. و ولی سکوت ذهنو میاره متزلزلش میکنه و ذهنو تقریبا از بین میبره. پس شو چند تا ترس فرن، 3-4 تا ترس رو تا الان گفتیم. ترس از سگ. بعضی از این سگا که یه هویی میدونن میان سمت آدم، یه ترس خیلی خندداری هم اونجا داره که حالا بعضیاشون اکثرا وحشی نیستن، ولی خب یه چیز دیگه که بهتون میگم، اینجا ببینید، این الان یه درخت قدیمی بوده که بریدن. این درخت حداقل 500 سال عمر داشته با این عظمت. اینو قطع کردن برای چوبش و تمام بقیه درختایی که میبینید اینا ماکسیمم 70-80 سال عمر داره، یعنی زمانی که مهاجرا اومدن به این قاره تمام درختای قدیمی رو قطع کردن و به جاش درختای جدیدتر و جوانتر کاشته شده. ولی این درختای جوان هیچ وقت جای اون درختای قدیمی رو نمیگیره. درختای قدیمی یک تقدسی دارن برای خودشون، چون درخت وقتی چند صد سال عمرش بیشتر میشه لونه پرنده ها میشه. و مرسی بچه هایی که ویو دادید، پیروز، یاشار، لیلی، پروانه، لادن. آره، امروز موضوع بحثمون ترسه و من یه کمی خودخواهانه به خاطر غلبه بر ترسای خودم اومدم دارم لایو میدم و خوشحالم که شما میاید. و آره، حالا بعدا احتمالا اینو سیوش میکنم که موضوع دستتون بیاد. ولی آره، ترس. دیشب داشتم کتاب اوشو رو میخوندم، اولش. اوشو یه کتابی داره به انگلیسی به نام فیر و خیلی قشنگه. و اون چند صفحه اولش که میخونی میفهمی که اصلا ترس وجود نداره، ترس وجود نداره و یه توهمه. ولی خب خیلی همه گیره، خیلی ترس چیزیه که نمیتونم بگم 99% آدم ها باهاش زندگی میکنن، از جمله من که الان یه چند تاشو اینجا مثال زدم. آره، امیدوارم که شما هم بتونید ترساتون رو بشناسید و بیارید بالا، بدونید که ترس وجود داره و بتونید با دیدن ترس از بین میره، یعنی به معنی اینکه ببینید که این ترس هست از بین میره، چون میفهمید توهمه. این درخت رو ببینید افتاده. اینجا درخت ها زیاد عمیق نیست، ببینید این کل عمق ریشه های این درخت اینقدر بوده که افتاده اون طرف و با یه باد معمولا میافتن. ولی خب بسیار زیباست درخت، بسیار زیباست. خلاصه امیدوارم که لذت برده باشید، اگرم نبرده باشید مهم نیست.
من با خودخواهی تمام فقط ترسای خودم میخوام غلبه کنم اینجا و احتمالاً اگه بازم از لایف بترسم دوره میام اینجوری، یعنی یه جوری لجبازی با ترسه، یه جوری مواجه شدن با ترسه. امیدوارم همه تون اون جایی که نشستید یا وایستادید پشت موبایل بتونید به خودتون آگاه باشید و به بدنتون، به ذهنتون و لذت ببرید واقعا. و من این مناظر زیبا رو دوست داشتم با شما شیر کنم. حالا فعلا خدا نگهدار. چجوری تموم میشه اینو بزنید؟